امیدوارم روزی برسه که استرسمون تو کمترین حد خودش باشه، همه چیز رو به بهتر شدن باشه و حال هممون خوب باشه. خب برگردیم به دنیای موسیقی. اسم من پیام، خیلی خوش اومدید به قسمت جدید. توی این ویدیو میخوایم یه اجرای جدید از سیروان خسروی ببینیم. سیروان یه ورژن جدیدی از آهنگ منو ببخش رو توی ایونت یا مجموعه بلک باکس از خودش منتشر کرده. ایونتی که برگزار شده بود مثل اینکه تیر ماه 1402 بوده. مثل اجرای آمپلاگ یه سری مهمانهای دستچین شده دعوت شده بودن و یه اجرایی برگزار شده، یک مجموعه ای قرار منتشر شه. فعلا فقط یک دونه منو ببخش ازش منتشر شده. بریم با هم ببینیم. لینک ویدیوی اصلی پایین توی دیسکریپشن هست. بلک باکس شاید همین جاییه که هستن، حالا نمیدونم، یه فضای باکس سیاهی شاید همین باشه. کلن اسم مجموعه رو بلک باکس گذاشتم. اگه نبودم من پیشت به وقتش، چشمات همیشه گبریه، اگه دستاتو ول کردم میدونم تنهایی. دستبندای چیز دارن همه اون رنگیه. ولی یه نکته ای که جلب توجه میکنه تو موزیک برام، خیلی بیس خیلی پررنگه. گوش کنید با دقت به موزیکی گوش کنید، بیس بسیار نقش پررنگی داره بازی میکنه. من نشونه بودم، حالا فکر نکنم تو ورژن اصلیش انقدر بیس نقش زیادی داشت. جالبه. هیشو اونقدری که توی موزیک اصلی گام بالا گرفته بود نگرفت. خب خیلی اون بالا بود، حالا توی اجرای لایف اونقدر بالا نگرفت. چیزی که خیلی خوشگل کرده بود هارمونی بک وکال خانوم هاست. اون زیر صدا دارم میخونم، خیلی قشنگ پر کرده. جوابای گیتاری که الکتریکی که امیر دانایی داره میزنه، خیلی همه چی چفت و جوره. سیروان دیگه واقعا با سلیقه است این بشر، و مطمئنا انقدر هم سختگیرانه جز به جز رو میچینه نوازنده باشم، انقدر با سلیقه همه چی پیچ پرفکت میشه، داره چفت میشه همه چی. برم ازت دورتر میشم، کاری کردم از خودت بدت بیاد، تو رو اگه دست کم گرفتم. موزیکو کامل خوابون، فقط آرپژای گیتار میومد، یهو یه دراپ خوب، موزیک دوباره آف بیت شد. وقت نذاشتم واسه تو زیاد، منو ببخش که نیده گرفتم آرزو. خانمه تحریرارم میزنه، لبخونی که داری میکنی قشنگ هنجره تحریرارم میزنه. فکر کنم خودشون هم وکالیست باشه، از سیروان بیشتر داشت تحریر میداد این پایین که قیافشون بود.
بذار اینجا نگه داریم. ببین الان چقدر خوب و خفن و درست حسابی خوند. من نمیفهمم یه سریایی که میگن سیروان نمیدونم صدا نداره و نمیتونه بخونه و فلان کنه. من نمیگم سیروان الان بهترین وکالیست ایرانه مثلا، ولی از ظرفیت صداش که صدای اوکی هم هست به بهترین شکل استفاده میکنه، بلده به چه شکل استفاده کنه. نکته مهمش اینه که به بهترین سبک و سیاق به بهترین شکل و به بهترین حالت استفاده میکنه و یه همچین خروجی فوق‌العاده‌ای میده. نمیگم اگر بگی مثلا وکالیسته نمیتونی مثلا قیاسش کنی با چه میدونم همایون شجریان، نمیتونی قیاسش کنی با علیرضا قربانی که مثلا توی این رایگیری که برگزار شد مثلا آهنگ علیرضا قربانی سیروان رو برد. حالا اگه اون یه ویدیویی من درست کردم لینکشو میذارم این بالا برید ببینید اگه دوست داشتید. میگم نمیتونی با اینها مقایسه کنی، سبکشون کامل متفاوته، ولی سیروان بهترین استفاده رو از امکانات هنجرش میکنه و انقدر با سلیقه و تمیز همه چیزو کنار هم میچینه که به بهترین سازش. من فکر نمیکنم تو مارکت کسی بیشتر از سیروان نزدیک باشه به مارکت بین المللی. شما تمام موزیکای سیروان رو برای فرد خارجی بذاری به بهترین شکل باش وایب میگیره، شاید با خیلی های دیگه نتونن. این به نظر من بزرگترین پوانشه، استانداردترین حالتشه. خیلی طرفدار داره سیروان، من خودم جز یکی از طرفداراشم، ولی خیلی هم هیتر داره. نمیدونم چرا، این نظر من این بود. به نظرم کارش خیلی درسته توی مارکت پاپ ما. به نظر من با کیفیت ترین و استاندارد و بروزترین و نزدیکترین به موزیک بین المللی رو سیروان تولید میکنه. نظرتون رو لطفا بنویسید. نورپردازیه چقدر مریض و خوبه، چقدر نورپردازیش هم خوبه، همه چی چفت جوست جوست همه چی. هارمونی خانوما رو زیر دقت کنید، چقدر بهشتی شده فضا. ازت دورتر میشم، ازت دورتر میشم، ازت دورتر میشم. درام زون زیر عالیه، عالی، چقدر خوب. دورتر میشم، ازت دورتر میشم، بتنم واقعا مو بتنم سیخ شد. خیلی فضای خوبی درست کرده، اصلا اون هارمونی و بک وکالی که خانوما میگیرن، یهو الان ساکسیفون هم وارد شد. ببین این چی میگه.
اوکی. آقا اونایی که به سیروان هیت میدی چی میگین اصلا؟ با کی کار دارید بابا؟ نگاه کن سطح کوالیتی کیفیت کارو ببین. من نمیدونم تو رو قرآن یکیتون که مخالفه بیاد این زیر بنویسه بیا سیروان خوب نیست، من سلیقم مثلا آقای فلانی خانم فلانی، ببینم شما چی گوش میدین به این میگین خوب نیست. من نمیدونم حتی اگه سلیقت هم نباشه نمیتونی احترام نذاری به کسی که انقدر خفن و دقیق و همه چیز مرتب و منظم به بهترین شکل با بالاترین استاندارد داره موزیک تولید میکنه، با اینکه یه اجرایی که چندین سال پیش اومده اجرا تو زمان خودش هم همون اجرای نسخه اول خیلی خوب و خفن بود، باز اومده تغییرش داده و چه اتفاقات هیجان انگیز. یعنی سراسر تو هی احساسات میره بالا میاد پایین، میره بالا میاد پایین، انقدر درگیرت میکنه با موزیک. نمیدونم تو رو خدا بیاد بگی طرفدارش، بیاد بگید اگر من اشتباه میگم درست میگم، اونایی که مخالفینم لطفا نظرتون رو بگید. به نظر من خیلی کیفیتش فرق داره، کیفیت موزیکش و اصلا استایل این آدم، شخصیت این آدم، خیلی آدم عجیب غریبیه، واقعا عجیب غریب، بهترین کلمه‌ای که میشه گفت عجیب غریبه، نبوغ بیش از حد داره، حتی نور پردازی خودش دیزاین کرده، در نظر چقدر مریض میتونه یه آدم باشه و اینقدر تو تک تک جزئیات خوب باشی. خیلی من کیف کردم، من خودم و طرفدار این آدم میدونم و مطمئنم که قطعا هر آهنگ جدیدی بیاد باز هم بیشتر و بیشتر سورپرایزت میکنه. نظرات شریفتون رو لطفا برای ما بنویسید. اسم من پیامه، مرسی که این ویدیو رو تا اینجا با من دیدی، چک کریم.